انما المؤمنون، فقط مؤمن واقعی کسانی است که آمنوا بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول داشته باشه. اگر کسی ایمان به خدا و رسول داشت، این مؤمن واقعیه. ایمان به خدا و ایمان به رسول، یعنی هم در صورتی که پیغمبر از طرف خدا میاره، هم در صورت حکومتی که میده، ایمان باید داشته باشیم. این ایمان یعنی چی؟ چه درجاتی؟ ایمان درجه داره. آخه ببینید، حدیث داریم ایمان 10 درجه. حالا یه مثال بزنم، مثلا بعضیا در 1 درجه دین دارن، هر در همین حدیث که روز عاشورا یه پیرهن سیاه پوشه، این هم بله. بعضیا نه، غیر از پیرهن سیاه روزم میاد، بعضیا نه خرجم میده، بعضیا میره کربلا، پیاده میره کربلا. اینا مراتب و درجاتش فرق میکنه، اینا درجه فرق میکنه. یه وقتی مقام معظم رهبری رئیس جمهور بود، بله، یه چند تا سفر خارج داشت، جمعی بودن، بندم جز اون جمع هیئت همراه بودم. اولین کشوری که وارد شدیم پاکستان بود، تو فرودگاه 21 توپ در کردن. منم خبر نداشتم، گفتم چه صدایی، فرودگاه رو به رگبار بستن چیه؟ گفتن نه، این مراسم پاکستانه که اگر رئیس جمهور وارد شد به نشانه خوش آمد مثلا، خب به احترامش 21 توپ بزنن. گفتم خب دیگه چی؟ گفت فلانی اگر باشه چند تا، فلانی چند تا، همین تو درجه سلسله مراتب داره. گفتیم خب به ما بگو، ما تنهای بیم پاکستان چی؟ گفتن تو یه تیرکم تو یه تیرکم. حالا بعضی ها همین مقدار مسلمانی که بچهشون زرن حسین، اسم بچهشون زرن حسین، اما باقی گاراش دیر داره، نمازش، روزش، خمسش، حجابش، تقوا، شغلش، درآمدش. ایمان 10 درجه هست، این حدیث اصلا از خودم نیست. بله، این یک. و حدیثی داریم که اینا هم که ایمانشون قویه، سر به سر ایمان ضعیفا نیزدارن، سر به سرش نیزدارن. حالا اینم یک حدیث دیگه داریم که اگه هر که باید ببینه ایمانش چقدره، ببینه کجا دروغ میگه. اگر یه بستنی دادن یه دروغ گفتی، معلوم شد ایمان شما یه بستنیه. قدر بستنی میارزه. اگر نه، با بستنی دروغ نمیگی، اما یه سکه بد بدن یه دروغ میگه، ایمان شما یه سکه. اگر با سکم دروغ میگم، یه حواله ماشینی به من بدن، یه دروغ میگم، ایمان شما یه ماشینه. کجا خلاف میکنه؟ هر کجا خلاف کردی ایمان شما همونه. همونه. حضرت علی امیرالمومنین ایمانش چقدر فرمود؟ اگر حکومت کره زمین بدن به من، گناه نمیکنم. یعنی چه؟ یعنی ایمان من از کره زمین بالاتره. به به، چه خوب. درجات ایمان مهمه و سلسله مراتب داره. مؤمن کسی است که به خدا و پیغمبرش ایمان داشته باشه. قرآن هم معمولا وقتی میگه ایمان، کنارش عمل صالح هم میگه. نمیشه که فقط قلبم پاکه. قلبت که پاکه، باید عملم پاک باشه. این دوتا با هم در کنار. بسیاری از جاها سوزن با نخش میدوزه، سوزن خالی خون میندازه. باید با هم باشه. خیلی دستورات اسلام جفتیش اثر داره، تنهاش اثر نداره. مثل زنها اگر یه جفت گوشواره داشتن میرن عروسی، اگر یه لنگ گوشوارش نبود عروسی نمیره. یه لنگ قطار هم داره، قطار هم اگر دوتا ریل بو حرکت میکنه، یه ریل حرکت نمیره. ما خودمون بطوره الان من شما اخوانم بدیم بیرون، چون دوتا کفش ما هست، اگر یه لنگ کفش بود بیرون نمیره، بیرون نمیره. بله. یعنی بعضی چیزا 50%ش فایده نداره، با 100% باشه. به کسی گفتن شنا بره، دیگه 50%. گفتن یعنی چه؟ گفت شیرجه میرم بیرون نمیام. پس هیچ. 5% هم نیست. آره با. یعنی گاهی وقتا یه چیزی 50%ش مفیده. مثل که من از شما 1,000,000 بخوام، 50%ش میدم، یعنی 500,000. خب بازم خوبه. بازم خوبه. آره. ولی گاهی وقتا 50% فایده نداره. مثلا شیرجه میره بیرون نمیاد، یعنی هیچ.